درود به شما همراهان جویای آگاهی و حقیقت در سراسر گیتی. هشدار عبور تورم ایران از مرز انفجار. در این ویدیو نگاهی داریم به فاجعه افزایش 110% مالیات در لایحه بودجه دولت ابراهیم رئیسی، همینطور افزایش ناچیز حقوق و شوک اقتصادی جدید برای مردم ایران. پس تا پایان همراه ما باشین. دوستان عزیز، تیم ما برای تهیه ویدیوهای این کانال زحمات زیادی را متحمل شدند. اگه محتوای ما رو میپسندید، لطفاً برای حمایت از ما کانالمون رو سابسکرایب و روی زنگوله کلیک کنید. بحرانی تر شدن شرایط اقتصادی ایران موضوعیه که حتی تحلیلگرای نزدیک به حکومت هم درباره اون به طور جدی هشدار دادن. هشداری که با اظهار نظر حمید میرزاده، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه، درباره درآمدهای تخیلی در لایحه پیشنهادی بودجه 1403 و عبور تورم از مرز 50% به نگرانی‌های جامعه دامن زد. میرزاده در روزنامه اعتماد نوشته که در بودجه سال آینده کشور منابع عمومی دولت 2.18% و درآمدهای مالیاتی 8.49% افزایش دارند. همینطور نسبت به تحقق درآمدهای مالیاتی دولت هم اظهار تردید کرده و نوشته احتمال تحقق مالیات‌ها در سال آینده کمه و همین باعث میشه کسری بودجه شدیدتر و بحران اقتصادی سنگین‌تر باشه. رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه افزایش چاپ پول توسط دولت ابراهیم رئیسی برای جبران کسری بودجه رو محتمل ترین اقدام دونست و بر همین اساس تورم بالای 50% رو پیش بینی کرد. نتیجه این اتفاقات قطعا تداوم کاهش ارزش پول ملی ایران، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم به خصوص قشر حقوق بگیر، افزایش خط فقر و کاهش تحمل پذیری اقشار کم درآمد عنوان شده. به باور میرزاده، تمامی این عوامل ممکنه زمینه آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی رو فراهم کنه. خود اینا بودجه رو رد کردن تو مجلس برای اینکه به حساب خود اینا 300,000 میلیارد کسری داشت. خب این کسری رو اینا میخوان چیکار کنن؟ مجبورن پول چاپ کنن، اونم یعنی که تورم بالا بره. این دلیل اصلیشه، عدم نبود درآمد برای مخارج دولت. ببینید، مردم انقدر این رژیم وعده های دروغ داده و آمار تقلبی داده که دیگه حتی عصبانیشون هم نمی کنه. یعنی داستان چوپان دروغگویی است که به هر حال مردم انتظار دارن. از این بابت نیست که مردم ناراحتند و به اصطلاح چرا رژیم آمار دروغ میده یا چرا آمار تقلب میده. مشکل مردم سفرهشونه که نگاه میکنن. مشکل ما برای اینکه نشون بدیم وضع مردم چقدر بد شده، به طرق مختلف میشه اینو گفت. آمارهای مثلا مثل بانک جهانی که نشون میده چقدر عقب رفتن، حتی آمارهای خود اینا نشون میده. اینکه میگن 31% زیر خط فقر که خیلی هم بیشتره، یعنی 31% که دیگه حالا اقلامی گوشت قرمز و نمیدونم لبنیات و اینا مدت هاست هست شده. صحبت نون خالی است که توی سفره مردم داره از بین میره. یعنی الان برای خیلی وسع بیشتر از اینکه نون خالی دارن تو سفرهشون ندارن، حتی اونم اومده زیر سوال. اونجاست که مردم با گوشت و پوست و خون خودشون مشکلات رو میبینن، اینکه قادر نیستن هیچ چیز دیگری بخورن به جز نون خالی. اونجاست که این عدم موفقیت این سیاست‌های حاکمیت حس میشه. کاری هم نمی‌کنن، نمیتونن بکنن. در نتیجه این مشکل ادامه خواهد داشت. این نگرانی ها در بین کارشناسای اقتصادی هم وجود داره و اونا هم نسبت به آینده معیشتی مردم ایران هشدار دادن. در همین رابطه یک اقتصاددان به وبسایت فرارو گفته که با لایحه بودجه سال آینده که دولت رئیسی ارائه داده، عملاً قدرت خرید گروه بزرگی از جامعه به صورت هولناک و فاجعه باری کاهش پیدا میکنه. این کارشناس تاکید کرده که سال آینده سال بسیار سختی برای مردم ایرانه، به طوری که حتی سالهای رکود ناشی از جنگ هم در مقایسه با شرایط کنونی و سال پیش رو به مراتب بهتر بوده.
کما اینکه بارها مردم با یادآوری دوران جنگ تحمیلی تاکید کردند که در اون زمان علارغم کمبود کالاهای اساسی و ارزاق عمومی قدرت خرید بسیار بیشتر و شرایط زندگی خیلی راحت تر بود. اما در سالهای اخیر اکثریت مردم ایران از فشار معیشتی رنج میبرند. محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1403 گفت دولت به 60% افزایش مالیاتی در سال جاری 50% هم اضافه کرده و بنابراین با افزایش 110% مالیات ها نسبت به سال 1401 مواجهیم. فرهنگی این اقدام دولت رو به شدت تورمزا و باعث اخلال در فعالیت‌های اقتصادی دونسته. اولا اینکه خب در حالی که خب قیمت مسکن با تورم بالا میره، یعنی حدود 40% اینا، ولی توان مردم، خرید مردم، باز به خصوص اقشار پایینی به هیچ وجه نصف این هم نیست. در نتیجه توان اینکه یک جای رو اجاره کنن یا بخرن ندارن. به این مشکل اضافه کنین واقعیت رو که ساخت مسکن جدید با توجه به اینکه تقاضایی براش نیست به علت بیپولی و با توجه به اینکه اونم خرج 40% داره متوقف شده، عملا خیلی کم ساختمان جدید میسازن. از یه مشکل دیگه اینه که مسکن یکی از چیزای بیشترین میزان احتکار توش صورت میگیره. هر کسی که پولی سرمایه کلانی داره، خب اگر این رو کاهش نکنه با تورم 40%، یعنی 40% قیمت قدرت خریدش پایین میاد، میبره میذاره تو مسکن، مسکن احتکار میکنه برای اینکه اون با همون قیمت میره بالا. میزان احتکار مسکن در ایران به بخصوص تهران خیلی بالاست، وسیله است برای مبارزه با تورم. این باعث میشه از اون طرف هم مردم از بخصوص از مناطق فقیر کوچ میکنن. حالا این البته الان به اون صورت سیستماتیک نیست، ولی باز هم هست، میان به همون که گفتین هیچ جایی ندارن. مسکن هم یه چیزی نیست که آدم بگه نه خب حالا نداشتیم یه دو روزم بی مسکن سر کنیم. و متاسفانه این مشکل خیلی بزرگی برای جامعه ایران به وجود میاره. دولت هم به هیچ وجه نه قصد نه توان این رو داره که این مشکل رو حل کنه. تمامی این موارد در حالیه که افزایش مداوم تورم در ایران زندگی مردم رو مختل کرده و تأثیر کاهش قدرت خرید در تمامی بخش های جامعه کاملا مشهوده. به طور مثال در حوزه آموزش، مرور آمار منتشر شده توسط مرکز دولتی آمار ایران نشون میده که تورم آموزش رکود 12 ساله رو شکسته و به بالاترین سطح در این سالها رسیده، به طوری که خانواده ها برای تامین امکانات آموزشی فرزندانشون در تنگنای شدید قرار گرفتند. همین امر باعث ترک تحصیل 3 میلیون دانش آموز در سال تحصیلی جاری شده. تورم بیش از 40% در سالهای اخیر ضمن کاهش قدرت خرید مردم و همینطور کاهش کیفیت کالاهای مصرفی، سبک زندگی مردم رو هم تحت تأثیر قرار داده. بر همین اساس رسانه ها نوشتن سبک زندگی قسطی در ایران به سرعت گسترش پیدا کرده و متاسفانه خرید قسطی حتی برای مواد غذایی هم متداول شده. بررسی آمارهای منتشر شده توسط نهاد دولتی مرکز آمار نشون میده که تورم سالانه در آبان ماه 44.9% بوده که برخلاف ادعای مسئولین مبنی بر کاهش نرخ تورم کماکان در بالای 40% قرار داره. همینطور احتمال عبور تورم از مرز 50% باعث نگرانی مردم و کارشناسای اقتصادی نسبت به آینده شده. این در حالیه که دولت همچنان در حال آمارسازی دروغینه، اما مردم توجهی به آمارهای حکومتی ندارن چون تورم رو در سفره خودشون متوجه میشن که روز به روز کوچکتر و فقیرانه تر میشه. واقعیت اینه که این رقم خیلی بالایی نیست. نرخ تورم 40% بیشتر از 40%ه. منتها برای مردم که درآمدهاشون به هیچ وجه در این حد بالا نمیره، به خصوص اقشار پایینی، این واقعا فشار غیر ممکنه. البته اینکه پزشکان ادامه ندن صحبتایی که ایشون میکردن، خب دلایل متعدد داره. من خودم همکلاسی‌های دانشگاه شیرازم توی امریکا بیشتر میشناسم دکترن تا ایران. متاسفانه فرار
مغزها در تمام مدت جمهوری اسلامی ادامه داشته. این حرفی هم که حالا سازمان نظام پزشکی و دیگران میزنن مزید بر علت میشه. متاسفانه عدم پرداخت هزینه اینا از طرف بیمه، در نتیجه عدم ارائه سرویس به اینا، مردمی که نون ندارن بخورن، حالا اگر مریضم بشن هیچ امکان درمانی هم نخواهند داشت متاسفانه. این در حالیه که عقب موندگی پایه دستمزد از نرخ تورم طی سالهای اخیر قدرت خرید کارگرا را 65% کاهش داده. روزنامه هم‌میهن در همین رابطه در گزارشی مفصل اعلام کرده که از سال 1359 تا امروز قدرت خرید قشر کارگر با حداقل دستمزد پایه بیش از 65% کاهش پیدا کرده و به کمتر از نصف رسیده. به عبارتی حداقل دستمزد حقیقی کارگرا در سال جاری به کمترین مقدار طی 28 سال اخیر رسیده. در این گزارش ذکر شده که در سال 1358 حقوق کارگر 1701 تومان در ماه تعیین شده بوده. این رقم یک سال بعد به 1905 تومان افزایش پیدا کرد، اما تا سال 63 به بهانه جنگ بدون تغییر باقی موند، اون هم در شرایطی که قیمت کالاهای مصرفی و هزینه های خدماتی افزایش پیدا کرده بود. اما در همون زمان هم فشار اقتصادی و معیشتی برخلاف سالهای اخیر مردم ایران از پای در نیاورده بود. نسبت حقوق کارگر به نرخ تورم در سالهای اخیر به حدی بحرانی شده که یک نماینده کارگری با اشاره به مشکلات معیشتی این قشر عنوان کرده حقوق نیروی کار در ایران در قعر جدول جهانیه و تنها یک پله از ونزوئلا بالاتره. به نوشته هم‌میهن در دهه 70 و 80 رشد دستمزدها بیشتر از نرخ تورم بود و به بهبود عمومی وضعیت نیروی کار منجر شد. اما از آخر دهه 80 و با شروع تحریم‌ها نرخ تورم به شدت افزایش پیدا کرد. در کنار این افزایش تورم، سوء مدیریت، کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های نیابتیش و معافیت مالیاتی نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبری به شوک اقتصادی دستمزدها دامن زد. تشریح وضعیت سیاه با دورنمای سیاه‌تر. خودکشی دستمزد بگیران به دلیل آن است که پی بردن هیچ دورنمای مفیدی نمیتونه وجود داشته باشه. ببینید این کارگران چرا خودش رو میکشن؟ نه فقط به خاطر اینکه از کار بیکار شدن، بلکه میدونن که نمیتونن مثلا برن به یک جایی بگن آقا من از کار بیکار شدم، انقدر به من قرض بده تو کار جدید پیدا بکنم. دو نکته براتون بگم و این تشریح شرایط کنونیه. یکم آن که خود این نظام که فکراشون رو سرهم کردن و بودجه سال آینده رو تعیین کردن، به روشنی افزایش حقوق بسیار کمتر از افزایش تورمه. تقریبا اون جایی که تازه حقوقا رو افزایش میدن نصف نرخ رشد تورمه. یعنی حتی اون کسی هم که کار داره از پس افزایش قیمت ها بر نمیاد. حالا فکر بکنید به کسی که کار نداره. و شوربختانه نکته دوم است، تعداد کسانی که کار ندارند روز به روز بیشتر می شود. چرا؟ چون سرمایه گذاری در کشور نمی شود، چون سرمایه گذاری خارجی به توان اولا نمی شود، چون سرمایه ها از کشور به خارج می روند و چون دولت ورشکسته است. یعنی حتی از پرداخت یارانه نگه داشتن بهای سوخت در این سطحی که الان وجود داره و پرداخت مستمری بازنشسته ها دیگه قادر نخواهد. نگرانی از پیامدهای تورمی افزایش دستمزد که در سالیان گذشته از سوی مسئولین حکومت بارها مطرح شده، تنها 3-5% در رشد تورم تأثیر داشته، چون چاپ پول بدون پشتوانه از طرف دولت، افزایش بی‌رویه نقدینگی در بازار و از طرف تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار بیشتر در تورم تأثیر داشته. دو تبصره ماده 41 قانون کار تاکید میکنه که حداقل دستمزد ماهانه کارگر باید بر اساس نرخ تورم و هزینه های زندگی یک خانوار تعیین بشه، اما دولت رئیسی چنین چیزی رو در لایحه بودجه سال آینده در نظر نگرفته. یعنی اونجایی رم که حقوق افزایش میدن حتی به آمار رسمی بسیار کمتر از افزایش گرانیست. اجازه بدید دستمزد خود من و خود شما رو فکر کنیم.
فکر کنید برای در کشوری زندگی میکنیم که برای سال آینده مثلا 10% بر درآمد ما بیفزایم و هزینه ها 30% رشد بکنیم. حالا میگید یه کاریش میکنم یه سال، یه کاریش میکنید، منم یه کاریش میکنم، ولی وقتی 10 ساله که این اتفاق پشت هم میفته چه کار میشه کرد؟ یعنی اینا فقط بدون حقوق نیستن، اینها قرضم دارن، اینها زیر بار تعهدات خودشون به بسیاری کسان دیگه هم هستن و به چشم میبینن که از عهده تعهداتشون که بر نمیان برای اینکه مثلا بعضی از قرضها رو پس بدن نمیتونن نیازهای خانواده رو برقرار بکنن. این آینده متاسفانه آینده بسیار تیره است. آنچه را که باید با دلی پردرد گزارش به هم میهنان خودم بدهم، ببینید اینکه این نظام دزد است، راندخار است، راندخاری برای بار سوم در 10 روز گذشته فساد پرونده جدیدی افشا شده است در این مورد، اینها را هم به کنار بذارید، این نظام اگه نیت خوبی هم داشته باشه دیگه ورشکسته است، پولی نداره که به کسی بده. دولت 13 در نظر داره دستمزد کارکنان دولت و بازنشسته ها رو فقط 18%، یعنی کمتر از نیمی از نرخ رسمی تورم اضافه کنه و به این ترتیب باز هم 25% دیگه از قدرت خرید قشر کارگر، کارمند و بازنشسته کم میشه و در مجموع 65% زیر نرخ تورم قرار میگیره و این یعنی فقر مطلق. بعقیده تحلیلگرای اجتماعی با توجه به لایحه بودجه سال آینده و خیز بلند ابراهیم رئیسی برای گرفتن مالیات از مردم، همینطور افزایش اندک حقوق و عبور نرخ تورم از 50%، جامعه ملتهب ایران به سمت انفجاری ناگهانی حرکت میکنه. نهادهایی که بودجهشون افزایش پیدا کرده، نیروهای مسلح هم بیافزایی. حتی اگر اینها رو به اونها ندن و به مردم بدن اوضاع بهتر میشه، اما فقر فقط عقب انداخته میشه. ببینید برای اینکه کشوری از فقر بیرون بیاید باید یک اقتصاد بازار بنیاد داشته باشد که تولید بکنه، و وقتی که شما پول نفت داشته باشید نهایتاً به جای اینکه به صدا و سیما بدید به مردم بدید، خیلی خوب کمکشون کردید زمانی که مثل آقای زمان احمدی نژاد بود، اما این کشور از حالت فقر بیرون نخواهد بود. دوم اینکه پول هست، همچنان که اشاره میکنید، هرچند که درمان قطعی نیست، اما از این نظام نمیشه انتظار داشت که این پول رو به صدا و سیما، به نیروهای تبلیغاتی خودش، به نیروهای سرکوبگر خودش ندهد. نظام جمهوری اسلامی یعنی همین، یا نظام جمهوری اسلامی هست یا نیست. اگر هست شما نمیتونید انتظار داشته باشید به 42 سازمان تبلیغاتی، زینب، خواهران، برادران، پسرخالقان، اینهایی که تبلیغات اسلامی میکنن به اینها پول نده. اینها پایه های نظامن، نه اینکه تبلیغشون مؤثره، برای اینکه اینها باید دست کم ناراضی به لحاظ اقتصادی نباشن. طبیعی داره جمهوری اسلامی کاری رو که میکنه تأسف باره، اما طبیعیه. سال آینده قطعاً سال سرنوشت سازی برای مردم ایرانه. سپاس از همراهی شما عزیزان. لطفاً برای گسترش آگاهی این مطالب رو با دیگران به اشتراک بذارین.